زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردان گرامی صنف نهم. خوشحالیم که یک بار دیگر از برنامه مکتب احادی خدمت شما عزیزان رسیده ایم. دوستان عزیز، به جلسه 28 رسیدیم. عنوان درس امروز ما سراج الاخبار است. در ادامه در بخش دستور زبان ما و شما آشنا میشویم با جمله جدیدی تحت عنوان جمله اسمی. خب شاگردای عزیز، نمبر ارتباطی ما و شما فراموش نشود: 2964-780-255-40-13. آماده دریافت نظرات شما خوبان هستیم. عزیزان جان، امروز آخرین جلسه از مضمون ادبیات و زبان دری است. خب دوستان، لحظه ای می رویم، برمی گردیم، با شما خواهیم بود. خب شاگردای عزیز و گرامی، بخش اول درس امروز رو قبل از اینکه شروع بکنیم، کار خانگی جلسه قبل رو با هم مرور میکنیم. در جلسه قبل برای شما گفته بودیم که جمله فعلی را تعریف کنید و مثالش را بزنید. یک جمله فعلی را برای شما گفتیم، ساختارش را توضیح دادیم، تعریفش کردیم، مثالش را زدیم. در این جلسه میخواییم باز هم یادآوری کنیم و مرور کنیم جمله فعلی را که برای شما توضیحش داده شد. خب جمله فعلی را ابتدا تعریف میکنیم. میگویم که جمله فعلی جمله است که مرکب از فعل، فاعل و مفعول باشد. پس جمله فعلی دارای ساختار است. وقتی که ما تعریف کردیم جمله فعلی را، بر مبنای ساختار و اجزای او، بخشای او جمله در واقع تعریف کردیم. خب گفتیم جمله فعلی جمله است که فعل دارد، جمله است که فاعل دارد و جمله است که مفعول دارد. پس در ساختار جمله فعلی باید این سه جزء رؤیت شود، دیده شود، مشاهده شود. خب مثالش میزنیم. میگوییم مثال: شاگردان عزیز متن درس را با دقت مطالعه کنید. شاگردان عزیز، متن درس را با دقت مطالعه کنید. این جمله یک جمله چیست؟ جمله فعلی است. از کجا میدانیم جمله فعلی است؟ خب سوال. سوال جواب میخواد، جوابش نزد ماست. میگوییم که جمله فعلی، مگر نگفتیم از سه جزء فعل و فاعل و مفعول تشکیل شده؟ پس باید در ساختار جمله این سه جزء را ببینیم. شاگردان عزیز، نقشش به لحاظ دستوری چی میشه شاگرد عزیز؟ آفرین، میشود فاعل. متن درس را گفتیم که هر زمانی که ما در جمله
در جمله هر زمانی که حرف اضافه را را داشتیم بدانید که اسم قبل از او چیه؟ اسم قبل از او مفعول است. مفعول است؟ مفعول. چرا؟ چون گفتیم مفعول همیشه در جواب دو سوال می آید. چه کسی را؟ چه چیزی را؟ چه کسی را؟ چه چیزی را؟ هر زمانی که جواب داده شد میشد مفعول. چه چیزی را مطالعه کنی شاگرد عزیز؟ چه چیزی را؟ متن درس را. پس متن درس چی میشود؟ میشود مفعول ما. خب با دقت مطالعه کنید. مطالعه کنی چی میشد؟ آفرین، فعل جمله ماست. فعل جمله ما. خب مگر نگفتیم که جمله فعلی سه جز دارد؟ فعل که برای شما گفتیم، فاعل که اینجا اشاره کردیم، و مفعول که برای ما در این جمله مشخص است. اگر یک زمان سوال شد، خب با دقت نقشش چیست؟ گفتیم که هر زمانی که ما در داخل جمله حرفی داشتیم، حرف به، از، برای، تا، کلمه‌ای که بعد از این حروف اضافه می آمدن تحت عنوان چی می گفتیم؟ متمم می گفتیم. متمم که در جمله وجود دارد تحت عنوان مفعول غیر مستقیم هم از او یاد می شود. البته یک نکته بگیم شاگرد عزیز. خب این شد تعریف جمله فعلی. یک تعریف دیگری هم هست، میگوید هر زمانی که شما جمله‌ای داشتید که دو چیز را نداشت، دو علامت را نداشت، باز هم میشه جمله شما جمله فعلی. یکی میگوییم که جمله فعلی جمله است که فعل اسنادی است را ندارد. اگر جمله شما این فعل را نداشت یا فعل تأکیدیه هست، این فعل هست را هم اگر نداشت جمله فعلی شما درست است. چرا؟ چون میگوییم که فعل است، فعل اسنادی است، و فعل تأکیدی هست، دو فعلی هستن که در جمله در واقع فعلی به هیچ عنوان ذکر نمی کنن و ذکر نمی شون، بلکه بیان اسناد می کند یا بیان تأکید می کند. که این دو فعل را در ساختار جمله خواهیم دید تحت عنوان جمله اسمی که در آخر درس امروز دوستان می خواهیم برای شما توضیحاتش را ارائه کنیم. خب شاگردان عزیز، وارد بخش اول درس امروز میشویم و درس امروز را آغاز میکنیم. درس امروز ما در مورد یکی از جراید بسیار تاریخی و مهم در قلمرو کشور عزیزمان افغانستان است و این جریده و این ژورنال نامش بسیار بسیار آشناست، سراج الاخبار. خب در ابتدا توضیح میدهیم که میگوییم یک جریده یک روزنامه در داخل افغانستان قبل از سراج الاخبار انتشار پیدا میکند. پس نشان میده که سراج الاخبار اولین جریده در داخل افغانستان نمیباشد، بلکه یک روزنامه یک جریده قبل از او بوده به نام جریده شمس و نهار. جریده چی دوستان؟ شمس و نهار، جریده مشهوری که در افغانستان چاپ میشد. بعد از اینکه چندین نسخه از شماره های مختلف این جریده چاپ نشود، چاپ این جریده متوقف میشود تا که جریده سراج الاخبار پا به میدان میگذارد. دومین جریده مشهور افغانستان که در سال 1290 هجری شمسی در زمان حکومت حبیب الله خان چاپ میشود. اگرچه اولین کسی که این جریده را چاپ میکند شخصی است به نام مولوی عبدالرؤوف قندهاری. ایشان اولین نسخه، اولین شماره ای را در 36 صفحه دوستان 36 صفحه چاپ میکند و قصدش این است که هر 15 روز یک بار ای را به نشر در بیاورد، ولی متاسفانه امکان فراهم نمیشود. 6 سال طول میکشد عبور میکند تا شخصی به نام محمود طرزی میآید و این نشریه و این جریده را دوباره احیا میکند، زنده میکند و به چاپ میرساند. خب
خب محتوای سراج الاخبار، ما میگویم که سراج الاخبار مهمترین جریده در کشور عزیزمان افغانستان است. بخش های مختلفی دارد. بخش های مختلف سراج الاخبار را با هم بررسی میکنیم. اولین بخشی که در هر جریده مشاهده میشود قابل رویت است، سرمقاله در واقع او جریده است که مهمترین مقاله و اساسی ترین مقاله او جریده به شمار میرود. سرمقاله هر جریده دوستان توسط در واقع سردبیر او جریده به چاپ میرسد که مهمترین سرمقاله‌ای که ما در این جریده میبینیم نوشته خود جناب محمود طرزی است. حوادث داخلی و خارجی، وقایع و رویدادهای ناگوار و خوشایندی که در قلمرو یک کشور یا خارج از مرزهای یک کشور اتفاق میفتد، مهمترین قسمت‌های یک جریده را تشکیل میدهد. سراج الاخبار نیز از این قاعده مستثنا نیست. بسیاری از رویدادها و وقایعی که در افغانستان یا در کشورهای همسایه یا در قاره های دیگر اتفاق می افتد در این نشریه به چاپ می رسد. ادبیات نیز یکی از بخش های مختلفی است که در واقع در هر جریده مشاهده می شود. گاهی وقتا می تواند داستان یا اشعاری باشد که توسط نویسندگان و شعرهای او کشور در واقع نگاشته و نوشته شده است. گاهی هم می تواند آثار و نوشته های افرادی باشد که خارج از کشور ما نوشته دارد، آثاری دارد و آثار بسیار مشهوری است، بسیار شهیر است و میتواند قابلیتی را داشته باشد که در این جریده به چاپ برسد. علم و فن اخلاق نیز از دیگر مواردی است که در جریده سراج الاخبار رؤیت می شود. مطالب عسکری، یعنی چیزهایی که برای کسانی که در این دوره خاص قرار دارند و باید به عسکری خوانده شود، فراخوانده شود، این افراد می توانند تمام اطلاعات و زمان فراخوان را در این جریده ببینند و متناسب با او از این مطلب آگاه شوند. موضوعات تاریخی و حقوقی نیز دیگر مسائلی هستند که می توانند در این جریده جایگاه خود را، جایگاه ثابت خود را پیدا کنند و مورد علاقه بسیاری از مردم هست می تواند در این زمینه باشد. دانش و حکمت، آگاهی با علوم روز، با تکنولوژی روز و چیزهایی که بروز به اختراع رسیده، ابداع شده، میتواند یکی دیگر از بخشهای این جریده باشد. یکی از ستونهای این جریده را در خود اختصاص دهد. اگرش یک نکته دوستان خطاب شما بگوییم که محتوای سراج الاخبار یک محتوای عام است، در عین حال که تنوع و گوناگونی دارد، محتوایش برای اقشار عام جامعه و چاپ میرسد. چرا؟ چون مخاطب این جریده قشر خاص نیست، قشر تحصیل کرده نیست، قشر در واقع عرضم به حضور شما یک قشر فناور، یک قشر سیاستمدار نیست، بلکه عامه مردم، تمامی مردم خطاب و مخاطب اصلی جریده هستن. پس همین امر لازمش ایست که تنوع و گوناگونی در بخش های مختلف این جریده مشاهده شود تا مورد استقبال عموم مردم قرار گیرد. خب هیئت تحریریه، کسانی که در واقع به عنوان سردمداران، طلایه‌داران این نشریه هستند، سه شخصیت است که دوستان تصویرش را میتوانید مشاهده کنید. خب سرمحرری در واقع اولین نشریه که گفتیم دوستان، بعد از عبدالرؤوف قندهاری که میآید نسخه اولی نشریه را به چاپ میرساند، 6 سال بعد جناب محمود طرزی میآید و این نشریه را به دست میگیرد و شمارگان بعدی این نشریه توسط این شخصیت به چاپ میرسد. چون میدانید که جناب محمود طرزی را تحت عنوان پدر مطبوعات افغانستان از او یاد میکند. شخصیتی که در این زمینه بسیار مشهور است، هم شاعر توانایی است، هم نویسنده بزرگی است، هم سیاستمدار شهیری است. چنین شخصیتی میآید و در واقع شمارگان بعدی این نشریه را به چاپ میرساند و نزدیک 8 سال سرمحرری این نشریه را بر عهده میگیرد. عبدالرحمن لودین و عبدالهادی داوی که دوستان در صنف‌های قبلی، در درس‌های قبلی با زندگی نامه ای اشخاص آشنا شدید، کسانی هستند که در زمینه نشر این نشریه به جناب محمود طرزی کمک میکند، همکاری میکند و این نشریه و این جریده را با عنوان یک جریده سرآمد در افغانستان مطرح میکنند. خب اهداف سراج الاخبار،
میگوییم که دوستان هر نوشته‌ای، هر شعری، هر داستانی، هر مطلبی، هر چیزی که در حوزه نگارش و نویسندگی رویت میشه دارای یک هدف است، دارای یک هدف مشخص است. میخواییم هدف سراج الاخبار را با هم بررسی کنیم. اگرچه سراج الاخبار اهداف مختلف و متنوعی را دنبال میکند، چرا؟ چون بخش‌های گوناگونی دارد، ولی مهمترین دوستان، مهمترین هدف عمده سراج الاخبار که همه اعضای هیئت تحریریه او اتفاق نظر داشتن، روشنسازی از خان مردم است. این نشریه و این جریده هدف عمدهش این بود که مردم را روشن کند، مردم را از شکل سنتی زندگی به شکل متجدد فرا بخواند، با تکنولوژی های روز، با علم روز آشنا کند، با سبک زندگی جدید آشنا سازد. تطبیق طرز فکر مردم در قرن بیستم. قرن بیستم یک قرن خاصی است که در واقع اختراعات، ابداعات، اکتشافات در این دوره به شدت و با سرعت بسیار بسیار بالایی در حال انکشاف بود. همه موارد باعث شد که طرز فکر مردم نیز دچار تغییر و دیگرگونی شد. جریده سراج الاخبار نیز به مانند بسیار از جرایده دیگر که در نقاط مختلف دنیا چاپ میشد، هدف عمدهش این بود که فکر مردم، ذهن مردم را دچار تغییر و دیگرگونی کنند و مسیر پیشرفت را برای یک جامعه هموار سازند. فراگیری علم و فرهنگ جدید. گفتیم که یک از بخش ها و یک سطور هایی که در جریده سراج الاخبار موجود بود، دانش و حکمت بود. دانش های روز، حکمت هایی که در روز در واقع بروز می شدن و مردم از او اطلاع و آگاهی پیدا می کردن، از طریق همین جریده بود. این جریده به مردم کمک می کرد که با علوم روز، با فنون روز، با تکنولوژی روز آشنا شدن. افزایش سطح آگاهی مردم، هدف عمده کل مطبوعاتی که وجود دارد، کل جرایدی که در نقاط مختلف دنیا وجود دارد دوستان، افزایش سطح آگاهی مردم است. مردم را باسواد کنند. وقتی که مردم آگاهی پیدا میکنند از حقوق، از امتیازات، از وضعیت رفاهی، از چیزهایی که در جامعه حق آنها هست و دولت ها و حکومت ها این حق را باید به این افراد بدن، و این آگاهی سازی نسبت به حقوق افراد از چه طریق حاصل میشد؟ از طریق جراید. اهمیت تکنیکی زراعت. زراعت چرا میدانید در کشور عزیزمان افغانستان مهمترین پیشه و مهمترین شغلی که مردم دارن شغل زراعت هست، و زراعت متاسفانه به شکل سنتی او هنوز که هنوز است انجام میدهد. این جریده مردم را با نوینترین، با جدیدترین صنایع و مهمترین تکنولوژی های روزی که در بخش زراعت ایجاد میشد آشنا میکرد، و مردم میتونستن با مطالعه کردن این جریده با تمام چیزها و با تمام ابزارها، با تمام آلتها، با تمام چیزهایی که در حوزه تکنولوژی زراعتی به کار گرفته میشد آشنا شوند. ترقی صنعت، تجارت و بخش های مختلف نیز در سایه آگاهی مردم است. آگاهی مردم هم از طریق این جراید امکان پذیر است. خب سراج الاخبار در ادامه نکات جدید برای مادر شاگرد عزیز. مطالعه در حلقات روشنفکری سمرقند، بخارا، هند، ترکیه و مصر پس نشان داده که جریده یک جریده محدود به جغرافی افغانستان نیست، بلکه بسیاری از کشورها، بسیاری از بخش‌های مهم علم و آگاهی را نیز در نوردیده و به سمت او حرکت کرده. مهمترین جریده بعد از جراید ترکیه در آسیا. می‌دانید که مهمترین جرایدی که موجود است در قاره آسیا متعلق به جراید ترکیه است. بعد از جراید ترکیه جریده سراج الاخبار به عنوان مهمترین جریده آسیا به شمار می‌رود. حراس دولت‌های روسیه تزاری و هند بریتانوی از این جریده که بارها و بارها از همین ربیب الله خواستن که بهشان گوشزد کردن، گفتن که باید جلوی نشر مطالب سیاسی و آگاهی سیاسی در این جراید را بگیرید. اگرچه امیر حبیب الله بارها خودداری کردن، ولی متاسفانه این جریده دچار در واقع توقیف شد. عبدالهادی داوی و عبدالرحمن لودین بازداشت میشد و به زندان میرد، و جناب محمود طرزی چند شماره بعدی را متاسفانه به تنهایی به پیش میرند. و در ادامه میگوید که تقاضای جلوگیری از نشر مقاله های سیاسی که برای شما گفتیم، زندانی شدن عبدالهادی داوی و عبدالرحمن لودین را
گفتیم دوستان توقف نشریه متاسفانه انجام می‌شود و یک لفظی در آخرین شماره این نشریه رؤیت می‌شود به نام باقی دارد. یعنی چی؟ یعنی این نشریه هنوز که هنوز از شماره های بعدی دارد، ولی متاسفانه تا این دوره تا اکنون ما شماره بعدی نشریه را رؤیت نکردیم. خب قواعد دستوری درس امروز شاگرد عزیز جمله اسمی است. در جلسه قبل با جمله فعلی آشنا شدیم، گفتیم جمله فعلی یک جمله است که مرکب است از فعل و فاعل و مفعول. در مقابل جمله فعلی ما جمله اسمی داریم که جمله اسمی مرکب از مسند الی، مسند و رابطه می باشد که سه جزء اصلی جمله اسمی را تشکیل می دهد. خب مثالش را می گوییم. سراج الاخبار جریده مردمی بود. خب یک مثال است، مثال دارای اجزایی است، مرکب از بخش هایی است. سراج الاخبار می شود مسند الی. مسند الی در جمله اسمی شاگرد عزیز همان فاعل در جمله فعلی است، کننده کار، کسی که کار را انجام بدهد. خب مسند جریده مردمی، مسند کلمه ای است که در واقع در داخل جمله برای اسناد دادن چیزی به چیز دیگر استفاده می شود. فعل جمله که دارای مسند هست دوستان همیشه فعل اسنادی است که به فعل اسنادی رابطه هم گفته می شود که کلمه بود فعل بود در اینجا رابطه است. خدا بزرگ است، خدا می شود مسند الی، بزرگ می شود مسند و اسم می شود رابطه. چرا؟ چون ما یک رابطه اسنادی داریم. می گوییم بزرگ، بزرگ مسند است. خب بزرگ بودن را ما به چه کسی نسبت می دهیم؟ به چه کسی اسناد می دهیم؟ به کی دوستان؟ به خداوند. می گوییم خدا بزرگ است. پس بزرگ بودن در واقع اسناد داده شده، ربط داده شده به کی؟ به کلمه خداوند که مسند الی است. خب شاید عزیز و گرامی، کار خانگی جلسه آینده شما ایست که جمله اسمی را تعریف کنید، مثالش را ذکر نمایید. خب شاگردان عزیز و گرامی، در پایان جلسه امروز رسیدیم. زبان و ادبیات دری در صنف نهم در جلسه 28 به پایان راه خود رسید. امروز آخرین جلسه از مضمون ادبیات و زبان دری بود. امیدوارم که تلاش ما و همکارای گرامی من در مکتب هادی مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، نظر و پیشنهادات خودتان را برای ما ارسال کنید. نمبر ارتباطی ما 2096478255413. هنوز که هنوز است کماکان آماده دریافت نظرات شما خوبان است. آرزوی ما موفقیت و کامیابی شما در عرصه امتحانات است. دوستان عزیز و گرامی، تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.